سرخط خبرها، حکمتیار حکومت انتقالی می خواهد. حمله طالبان بر کاروان موترهای والی غور 7 زخمی بر جای گذاشت. و در اخیر خبر درگذشت استاد سیاف، حقیقت یا شایعه؟ به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان، گفته است که طرح حزب را به جناح‌های اثرگذار در روند صلح ارائه نموده است. با گزارش اسپوتنیک، تولونیوس خبر داده است که به گفته حکمتیار در این طرح دو صفحه‌ای که قرار است در نشست استانبول مطرح شود، بر خروج نیروهای خارجی و ایجاد یک حکومت انتقالی در افغانستان تاکید شده است. حکمتیار میگوید که شمار از اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، احزاب و جریان‌های سیاسی نیز بر روی طرح‌های جداگانه کار میکنند تا آن را در نشست ترکیه مطرح کنند. احزاب شامل شورای عالی مصالحه هم به دلیل از این که شورای عالی مصالحه هیچ طرح ندارد، اینها هم براهای دیگر فکر میکنند، یعنی اینکه نه حکومت توانایی طرح جامع و معقول و پذیرفتنی را ندارد. با باور حکمتیار باید از همه طرح‌ها یک طرح واحد ساخته شود. حکمتیار در واکنش به طرح آمریکا درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که واشنگتن باید به تعهدش در توافقنامه صلح با طالبان عمل کنند. حکمتیار می افزاید که حضور ملا هیبت الله در نشست ترکیه دشوار است، اما رئیس جمهور غنی باید در رأس یک هیئت در این نشست شرکت کند. او می گوید اگر معاون اول امارات اسلامی، مسئول بخش سیاسی امارات اسلامی، اینها در مذاکرات ترکیه شرکت کنند، همی کافی است که بگویم شرکت طالب ها و امارات اسلامی در جلسه ترکیه به سطح رهبرها بوده است. رهبر حزب اسلامی تاکید دارد که روز جمعه هواداران این حزب در جاده های کابل راهپیمایی خواهند کرد و استعفای حکومت از مهمترین خواستهای آنان است. عبدالرشید ایوبی مشاور رئیس جمهور بیان داشت در شرایط کنونی آوردن فشار بیشتر بر حکومت لازم نیست. بهتر است آقای حکمتیار به عنوان یک رهبر سیاسی برای روند سال و آتش بس واقعا کار کند. گلبدین حکمتیار میگوید که در کنار راهپیمایی ها قرار است افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی در اعتراض به مدغم نشدن در نیروهای امنیتی نشست های برگزار کنند. حمله طالبان بر کاروان موترهای والی غور 7 زخمی بر جای گذاشت. کاروان موترهای عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور شام امروز در مربوطات این ولایت با کمین طالبان برخورده است. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از روزنامه اطلاعات روز، شمار از خبرنگاران محلی گفتند که عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور همراه با مقامهای ارشد امنیتی این ولایت به خاطر بازدید از پازگاه خارستان در غرب شهر فیروزکو رفته بودند که هنگام برگشت با طالبان برخوردند. نجیب نظری خبرنگار محلی در غور گفت که در این رویداد 6 نیروی دولتی و یک تصویربردار تلویزیون ملی زخمی شدند. مقام‌های رسمی در غور تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله با اشاره کوتاهی در این مورد گفته است کاروان موترهای والی غور به مرکز برگشت. گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. عبدالظاهر فیض‌زاده به تازگی به حیث والی غور تعیین شده است. پیش از او نور محمد کوهنورد والی غور بود. او به دنبال اعتراضات پی در پی ساکنان غور علیه خودش برکنار شد. دیروز در شبکه‌های اجتماعی شایعات مبنی بر درگذشت استاد سیاف خبرهای پخش شده بود که بعد رد گردید. به نقل از صفحه رسمی فیسبوک فضل هادی مسلمیار، نند هواد نمیال علمی او معنوی رهبر خاغل استاد عبدالرب رسول سیاف ده ناروغی پختنم تا ورغلی وم. معزز او ویال استاد ده وطن یا ولوی علمی او اکادمیک سرمایه ده ده هواد بولایه او ملی مصالحو که یه تل ده ملت خوانیول او هر وقت یوم ده خپل نظام او خپل ویال و امنیتی زواکونو کلکه ننگ کری. ده هواد دغه استر علمی هستی ده خدای تعالی تر دیره لری پر عمر روختیه او جوانیوم برکتونه.
همچنان به نقل از صفحه خود رسمی فیسبوک عبدالرب رسول سیاف که ده خبر هر سمر اخکل هموی خوبیا هم گاه گاه سکوت زیباتر می باشد. این در حال است که مختار لشکری در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته بود: تازه استاد سیاف رهبر جهاد و مقاومت امروز ساعت 11:45 در یکی از شفاخانه های کابل درگذشت. روحش شاد، یادش گرامی باد. پایان نشست نهم قلب آسیا، روند استانبول، تأکید بر برقراری صلح، حفظ دستاوردها و گسترش همکاری های منطقه‌ای. خبرگزاری 8 صبح کابل. نهمین دور نشست قلب آسیا روند استانبول روز سه‌شنبه 10 عمل پایان یافت. اعضای نشست که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، سرانجام یک اعلامیه سیمادهی را در مورد همکاری های صلح، سیاسی و امنیتی، مقابله با مواد مخدر، پناهندگان و بازگشت کنندگان، همکاری اقتصادی، سازمان های منطقه‌ای و بین المللی و اقدامات اعتمادسازی صادر کردند. در این نشست بر برقراری آتش بس و صلح، حفظ دستاوردها، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و گسترش همکاری های منطقه‌ای تاکید شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این نشست گفت که تأمین صلح و ثبات در افغانستان همانند آب و هوا برای همه ضروری است و این صلح و ثبات منجر به آرامش در منطقه می شود. او بر انتقال قدرت در کشور از راه انتخابات تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و راه حل آن در دیپلماسی و توافق سیاسی نهفته است. با گفته او، تاجیکستان تجربه غنی در روند صلح را دارد و حاضر است دین خود را در این راستا به افغانستان ادا کند. وزارت امور خارجه کشور دور نهم نشست قلب آسیا روند استانبول را موافقانه توصیف کرد. گفتنی است که این نشست با عضویت 15 کشور و حمایت 16 کشور و حدود 11 سازمان و نهاد بین المللی برگزار شد. بر اساس اعلامیه‌ای که در پایان روز سه‌شنبه 10 عمل نشر شد، در نهمین دور از این نشست‌ها بر بیانیه‌های پیشین اعضای نشست قلب آسیا روند استانبول مبنی بر تعهد به اصول، اهداف و نتایج برای ارتقای صلح، امنیت رفای افغانستان، اهمیت نشست قلب آسیا به هدایت افغانستان، تقویت گفتگو و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه و ترویج همکاری‌های سیاسی امنیتی و امثال اینها در نشست قلب آسیا هنگام همگیری کرونا تاکید شده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.